یعنی یک کمی در چین هستیم نخیر اینجا چین نیست بلکه بوداپسته پایتخت مجارستان این مرکز خرید محصولات چینی در بوداپست بزرگترین مرکز خرید آسیایی در کل اروپاست. است صدها فروشنده چینی در این مرکز خرید کار می کنند لوزن مای یکی از همین فروشنده هاست او مادر دو دختره دختر کوچکتر لوزن به مدرسه مجارستانی میره دخترم تازه از همین سال تحصیلی به این مدرسه میره زبان مجارستانی رو خوب یاد گرفته و چینی هم بلده برای دختر اول خانواده اما یادگیری همزمان دو زبان کار آسانی نیست این دختر یازده ساله به مدرسه ویژه میره که مدرسه مجارستانی چینیه در حدود دوازده هزار مهاجر چینی در مجارستان زندگی می کنند. ده سال پیش تعداد مهاجران چینی چهار هزار نفر کمتر از این بوده. این مدرسه مجارستانی چینی در سال 2004 ساخته شد. معلم ریاضی اول از همه دانش آموزان میخواد که بلند شن و بعد خانم معلم بچه ها همه سر کلاس حاضرن همه ی نوزده دانش آموز این کلاس حاضرن هیچ کس نیست همه منتظر درس ریاضی هستیم در مدارس چین هم کلاس ها به همین ترتیب شروع میشن دانش آموزان در این مدرسه مفاد درسی مدارس مجارستان رو می آموزن. البته چند کلاس هم هست که به زبان چینی ارائه میشه مثل کلاس هنر برای دولت چین که هزینه این مدرسه رو تعمیم میکنه البته مهمه که در درس هنر چه مطالبی تدریس میشه بوداپست از حضور این مهمان های چینی خوشنوده. مهاجران چینی زمین های شغلی جدیدی در این کشور ایجاد کردند. در سال 1991 میلادی سفر به مجارستان برای مسافران اهل چین حتی بدون ویزا هم ممکن بود. مسلما حضور ما در اتحادیه اروپا در جلب توجه چین برای سرمایه گذاری در مجارستان بی نبوده. چین به کشور ما همچون پلی میان شرق و غرب برای تبادلات تجاری خود می نگره. و این هم محل کار لوزنمای در مرکز خرید محصولات چین در بوداپست میخوام امکان فروش اینترنتیمون رو هم فعال کنم تا در غرب اروپا هم فروش داشته باشیم قیمت این لباس عروس در حدود 500 یوروست و این هم اجناسی که از چین به مجارستان صادر شده من اینجا خرید می کنم چون اجناس در این مرکز بسیار متنوع هستند. ولی من مهمی نیست که فروشنده ها اهل چه کشوری باشند. مهم اینه که من زیاد خرج نکنم. البته همه مجارستانی ها هم این گونه فکر نمی کنن. در انتخابات گذشته نیروهای سیاسی مخالف حضور خارجی در کشور قدرت بیشتری پیدا کردند. لوزن بدون توجه به این اتفاقات در فکر دوخت لباس های عروس با طراحی اروپایی در چینه. او سفارشات خود را برای تولید در چین ارسال میکنه و پس از مدتی سفارشات با کشتی روانه بوداپست میشن. من از مجارستان خوشم میاد ولی زندگی کردن در اینجا رو نمیتونم جدی بگیرم در جای دیگه هم میشه تجارت کرد از سیاست هم که دوری میکنن مثل زمانی که در چین بودند